درود بر همراهان و یاران همیشگی آوای ایران به این برنامه خبری خوش آمدید. در این ساعت با اخبار فوری و بسیار مهم در خدمت شما هستیم. بازداشت رائفی پور در عربستان افتضاح جدید دلغک نظام کنار کعبه اعلام آماده باش قرمز در سیستان و بلوچستان حکومت قصد بازداشت مولوی عبدالحمید را دارد. و خشونت شدید علیه مجروحان جنگ ایران و عراق در یک تجمع اعتراضی صدای نماینده مجلس را درآورد. قبل از هر چیز این ویدیوی افشاگرانه رو ببینید از زندگی سوپر لاکچری لاریجانی و دختر حداد عادل در هیوستن تگزاز آمریکا با ثروت قارت شده ملت ایران این برجر رو ببین اینا این بلنده نه این این همینی که قشنگ انگشت این اسمش از هانوفر ببین ببین اینجا بچه های لاریجانی زندگی میکنن تو باری برو آده هموطناتو بکش واسه اینا اجاره ایناست به جان مادرم ماهی سی هزار دلار ماهی سی هزار دلار ماهی سی به مرگ بچه هم ماهی سی هزار دلار پنت هاستش اجاره هم خانواده لاریجانی هم خانواده حداد حد عادل دختر حداد حد عادل که با یه خانواده شهید پرور تو آمریکا ازدواج کرده بود همشون اینجا زد... تازه فهمیدم خب تازه فهمیدم همشون اینجا زندگی میکنن سی هزار دلار با پول کی با پول ملت ایران شریف ایران سعید oh, افشاری oh, 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 oh. بازداشت رائفی پور در عربستان افتضاح جدید دلغک نظام کنار کعبه به گفته که برخی منابع مطلع علی اکبر رائفی پور به دلیل توهین به همسر پیامبر اسلام هنگام سوار شدن به هواپیما جهت بازگشت به ایران توسط سعودی ها بازداشت شده است از شب گذشته انتشار این خبر در بین کاربران فضای مجازی با به زیادی به همراه داشته است این خبر برای اولین بار توسط یک اکانت توییتری منتشر شد و سپس با تایید اکانت های ارزشی این خبر به صورت تلویحی تایید شد در روزهای ویدیوهایی از دلقک نظام در کنار کعبه منتشر شده بود که در این ویدیوها با تنه به اهل سنت وعده ظهور و روح بخشیدن به کعبه توسط امام دوازدهم شیعیان داده می شد. بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب احترام ما امروز صبح قدیر به وقت عربستان نایب زیاره همه شما از آن هستم ان شاء الله ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف نایب همه محبان امیرالمومنین که نتونستن بیان اونه انشالله مشرف بشن همشون اینجا و انشالله بهترین دعا برای هممون زور امام زمان اینجا جسم دین اینجا روح دین امامه زمانی که امام علیه السلام تکیه بزنه به این خانه روح به جسم برگشته و دین زنده میشه انشالله آی بزیره همه تون هستم یا علی بسم الله الرحمن الرحیم من آی همه عزیزان هستم رو که مولد امیر المومنین محل تولد امیر به نیابت از همه تون زیارت جامعه کبیره میخورم اینشالله بهترین دعا بازم میگم من واقعا دعای به زی سراغ ندارم انشالله از صحابه زمان تکیه بدون این خونه و با صدا و نوای و آواز الهی ایشون که انا بقیت الله سنشالله همه من هر هرچه سریتر یا علی گفته شده علی اکبر رایفی پور در این سفر به توهینهای خود نسبت به مقدسات اهل سنت و همچنین همسر پیامبر اسلام آیشه ادامه داده که این امر از نظر دولت سعودی جرم تلقی شده و آنها دست به بازداشت این ملیجک نظام زدند. این در حالی است که با توجه به توافقاتی که ما بین جمهوری اسلامی و عربستان در ماه پیش صورت گرفت انتظار می رفت روابط این دو کشور به سمت صلح پایدار حرکت کند اما با گذشته زمان مشخص شد که کینه و دشمنی این دو رژیم با یکدیگر عمیق‌تر از توافقات سوری و اجباری است. از صبح امروز جمهوری اسلامی تلاش ها برای آزادی علی اکبر رایفی پور و همچنین بایکوت خبری این اتفاق عجیب را آغاز کرده تا آبروی دستگاه های امنیتی و پروپاگاندای رژیم بیش از این نرود. رائفی پور قبل از سفر حج در ویدیویی که از او منتشر شده بود اظهار داشته که سعودی ها سعی در پوشاندن شکاف کعبه دارند او گفت اکنون آنها برنامه این را دارند که از زیر با استفاده از یک صفحه بتونی و بهانه بزرگتر شدن خانه کعبه اقدام به انجام این کار کنند وی در ادامه گفت که بارها خانه کعبه در مواجهه با عوامل مختلف قرار گرفته و آن را بازسازی کردند اما مجددا ترک خورده همچنین او خانه ی کعبه را یک نماد دانست. هر کارم میکنم ترک و بپوشونا نمیشه دیدی دیگه اون تیکه همجور سیمانی. الانم هم برنامه اینو دارن که از زیر یه صفحه بتونی کامل بریزن. بعد به بهانه که خونه ی کعبه باید بزرگتر بشه دیگه بتون ریزی کنن بسیدن. چون الان بارها خونه ی کعبه و سیل اومده خراب شده. بدونید دعا فکر نکنی مثلا. اون به منجنیق بسته شده دوباره میشینن همون رد ترک میخوره خانه کعبه یک نماد بود یا خونه براتون مهمه اهل خونه چی بیت براتون مهمه اهل بیت چی شما خونه یه نفر میرید بدون اهل اون خونه و چه اهمیتی داره مگه موزه ببینی یا زن بازدید کنی اوه امام مثل کعبه است اصلا حرمت این کعبه به خاطر امامه ولو اون امام بره توی بیابون یه کنج دیگه واستا واستا ببینم این حج شما دین رو نگه میداره یا او حسین ابن علی که بردید یه کنجی وسط بیابون فکر کردید میتونید هر کار خواستید بکنید فاصله صفا و مروه؟ حدود 380 متره 378 متر دقیقا معادله فاصله حرم متحر عبا عبدالله و حضرت عباس دقیقا اونجا ابراهیمی داره تو حج که فرزند به قربانگاه میبره و قربانیش صورت نمیگیره اینجا حسین ابن علی دارید که فرزند به قربانگاه میبره و قربانی صورت میگیره اونجا بچه شیش ماهه داشتی تشنش بوده خدا آب جوشوند از زمین زمزم اینجا بچه شش ماهه داشتی تشنش شد به تلزی افتاد اونجا یه هاجری داره اینجا هم یه زینبی داره اونجا هم یه مناسکی داره یه لباس احرام سفیدی داره اینجا هم یه لباس احرامی میبینم همه تن کرد هستی دینه روح دینه نمیدونم خدا چه حکمتی داره که حج اونجوری تعطیل شد اما مجلس عزای عبا عبدالله تعطیل نمیشه جس بدون روح به چه درد میخوره از توش وهابیت در میاد اراده الاهی رو میبینید آنجایی که کالبد مناسک دینی جغرافیاش قرار گرفتن دست کیاس؟ و آنجایی که مراد خودشون رو و هدف خودشون رو و دینداری خودشون رو حسین علیه السلام قرار دادن چه اسلامی دارن او اسلامی که بره به و آمریکا و اسرائیل این اسلام حیات من نزده حال باید منتظر ماند و دید عاقبت این دلغک به کجا ختم می شود و رایزنی های جمهوری اسلامی برای نجات او از بازداشت در عربستان نتیجه می دهد یا خیر اما چیزی که تا اینجا یک کار به خوبی مشخص شده این است که جمهوری اسلامی اقتدار و مشروعیت خودش را در داخل و خارج از مرزهای ایران از دست داده و عملا همانند مستعمره ای عوامر چین و روسیه را اجرا می کند و از خود هیچ گونه اختیاری ندارد اعلام آماده باش قرمز در سیستان و بلوچستان حکومت قصد بازداشت مولوی عبدالحمید را دارد. در حالی که برخی رسانه های حکومتی از فرصت حمله به یک کلانتری در زاهدان برای تشدید انتقادات خود از مولوی عبدالحمید بهره برده اند، رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی ایران تهدید کرده که این حمله بدون تقاس نخواهد ماند. نور نیوز که از آن به عنوان رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران نام میبرند روز یک شنبه 18 تیر در حساب توییتر خود اضافه کرد اظهارات ساختار شکنانه و اقداماتی که بستر و خونریزی را در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می مخدوش کننده امنیت به عنوان خط قرمز نظام است این پیام سپس در مورد کشته شدن دو نیروی انتظامی در حمله به کلانتری زاهدان نوشت که این حمله بدون تقاص نخواهد ماند این وبسایت به شخص یا گروهی اشاره نکرد اما انتشار این توییت همزمان با انتشار انتقاداتی از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در رسانه های حکومتی است علاوه بر خبرگزاری تسلیم که تاکنون بارها علیه مولوی عبدالحمید موضع گرفته روزنامه جمهوری اسلامی نیز روز یک مدعی شد که حمله به کلانتری 16 زاهدان نتیجه مستقیم سخنان افراطی کسانی است که در چند ماه گذشته با سوء استفاده از تریبونهای نماز جمعه و سایر امکانات تبلیغاتی استان سیستان و بلوچستان تلاش کردهاند بذر بدبینی در جامعه بپاشند این روزنامه نیز تهدید کرد که صاحبان این مواضع انحرافی و ضد وحدت ملی طبعا باید پاسخگوی سخنان افراطی چند ماه اخیر خود باشند و تاوان ایجاد ناامنی ها و ریخته شدن خون بیگناهان را بدهند رسانه ها در ایران صبح روز شنبه 17 تیر خبر داده اند که افراد مسلح به کلانتری 16 در نزدیکی مسجد مکی حمله کردند در این حمله دو مامور نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند گروه مسلح جیش العدل مسئولیت حمله روز شنبه به کلانتری 16 زاهدان را بر عهده گرفت و این کلانتری را یکی از عوامل اصلی وقوع جمعه خونین خواند. همزمان مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایرانی در پیامی از مردم منطقه به ویژه زاهدان از این خشونت مرگبار اعلام براعت کرد و خواست که ضمن حفظ آرامش و خیشتنداری از هر نوع حرکت و عملی که باعث ناامنی می شود پرهیز کنند. او نوشت اگرچه تاکنون کنون ابعاد این جریان برای بنده مشخص نیست و پیاژه این حمله و اینکه چه گروه یا افرادی پشت آنند بی اطلاعم اما پیشا پیش نگرانی و براعت خیش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد اعلام می دارم. موجه موج حملات رسانه علیه مولوی عبدالحمید در حالی است که بر اساس بلتنهای های حق شده خبرگزاری فارس علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در همان ماه آغازین اعتراضات خواستار بیابرو کردن مولوی عبدالحمید شده. همچنین محمد جواد لاریجانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از مواضع مولوی عبدالحمید به تندی انتقاد کرده و خواهان برخورد با او و مسجد متعلق به او شده بود مولوی عبدالحمید در جریان اعتراضات سراسری یکی از حامیان اصلی معترضان بوده و اظهارات او در قالب خطبه های نماز جمعه که هفته هاست ادامه دارد خشم مقامات و رسانه های حکومتی را برانگیخته است در هفته های اخیر رسانه های مستقل از تداوم بازداشت برای تحت فشار قرار دادن مولوی عبدالحمید خبر دادهاند، و همچنین دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز گزارش های مربوط به خونسا شدن یک طرح ترور او را تایید کرد. خشونت شدید علیه مجرمان جنگ ایران و عراق در یک تجمع اعتراضی صدای نماینده مجلس را درآورد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق که مقابل ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی مورد خشونت قرار گرفته و با پرتاب گاز و بازداشت مواجه شدند روز شنبه هفته تیر ویدیوهایی در رسانه های اجتماعی منتشر شد که نشان میداد تعدادی از مجروحان جنگ ایران و عراق که حاکمیت آنها را جانباز می نامد در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بیعتنائی مقامات بنیاد شهید و امور ایسارگران به مطالبات آنها در مقابل ساختمان مرکزی این بنیاد در تهران تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به دهکبندی جدید که به گفته آنها ناعادلانه است و قطع یا کاهش کمک معیشت ماهانه برپا شد مجروحان جنگ ایران و عراق همچنین به عدم اجرای قانون مصوب در چارچوب برنامه ششم توسعه برای همسانسازی کمک معیشت ماهانه جانبازان با حداقل حقوق و مزایای کارکنان دولت اعتراض دارند شدت خشونت به حدی بوده که دو نماینده مجلس با انتشار تصاویری از برخورد خشونت ناجا خاص خواستار بر برکناری فرمانده نیروی مستقر در صحنه شدند یکی از این نماینده ها نوشت اوف بر ما که سهم مجروحان شیمیایی جنگمان گاز اشکاور خودی است آنها در این تجمع مقامات بنیاد شهید و جمهوری اسلامی را دروغگو و جنایتکار خواندند در جریان این تجمع نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی این گروه از شهروندان گاز اشکاور پرتاب کرده بدون اینکه توجه کنند شماری از این افراد از ناحیه ریه و به واسطه جراحت های از از گازهای شیمیایی در دوران جنگ جراحت دارند ویدیوها نشان میدهد که حال برخی از مجروحان جنگ ایران و عراق بر اثر استنشاق گاز اشکاور به شدت وخیم شده است بسیاری از حاضران در این تجمع افراد سالخورده و بیمار بودند اما با این همه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از اعمال خشونت و بازداشت آنها ابایی نداشتند یک کانال تلگرامی که خبرهای جانبازان جنگ معترض به جمهوری اسلامی را پوشش میدهد نیز گزارش داده که نیروهای امنیتی در جریان تجمع روز شنبه 17 تیر جانبازان معترض در مقابل ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با پرتاب گاز اشکاور به تجمع کنندگان یورش برده تعدادی از مجروحان جنگ ایران و عراق را بازداشت کردند مجروحان و مصدومان جنگ ایران و عراق که شمار زیادی از آنها در فقر و تنگ دستی زندگی می کنند در سالهای گذشته بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردند با این حال مقامات حکومتی توجه به مطالبات آنها نداشتند فرزانه برزکار مادر عرفان رضایی یکی از جان باختگان جنبش زن زندگی آزادی جانبازان عزیز به پدر عرفان قرامت که ندادند هیچ حتی پسرش را هم کشتند او پیشتر گفته بود همسرش از مجروحان جنگ ایران و عراق است و به دلیل آسیب دیدگی ناشی از موج انفجار در آسایشگاه جانبازان در تهران بستری است. همراهان عزیز و گرانقدر به پایان برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم فراموش نکنید دیدگاهتون رو در ارتباط با مسائل و اتفاقات روز با ما به اشتراک بگذارید همچنین با لایک کردن این ویدیو یاری رسانه تیم خبری ما باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران